آقا مهندس بگید بیا. ببخشید شما؟ شما؟ شما کی هستی؟ من رفیق مهندسم. خب نیستش. بیا ماسه. دست بده آقا مهندس، میشه 5000 تومان. 5000 تومان یه دبه ماست نمیخوام آقا، بده به خودش. برای تفریح اومدی؟ برای تفریح آقا، من برای کار اومدم. آه خوشم اومد. از چی خوشت اومد؟ کار جوهره یه تن آدمیه، آدم باید کار کنه. درست. کار نکنه مریضه. بله. بد گفتم؟ نه آقا چه بدی گفت. ای این گوسفنده با شما؟ بده آقا مهندس. چش. پولشم خودم میام میگیرم. بله. فقط اگه منو کار داشتی میای بالای تپه. چشم. یادت باشه اومدنی بالای تپه از کنار دره رد نشی. چشم. میافتی تو دره خطرناکه. از کنار رودخونه میای. تازه رودخونه هم یه دره تازگی باز شده، اونجا هم نری، بیافتی اونجا هم خطرناکه. خب نه یا اصلا بلش کن بابا، نمیخواد بیای. اینجوری یعنی نه. بابا بذارین کارم رو بکنم. نیلوفر الو. سلام. سلام عزیزم، چطوری نیلوفر جان، خوبی؟ چه عجب یادی از ما کردی. ای بابا مگه تو پدر منو نمیشناسی؟ یه لحظه هم دست از سر بر نمیداره، تنهام نمیذاره، همش مراقبم. سعی حالی که همه کار ما داره میفته رو غلطک، بابات ولکن نیست. خب از نظر پدر من مرغ یه پا داره سعید. از شما درد نکنه، از شما درد نکنه، حالا مرغ هم شدیم. آفرین، میبینم نرسیده مشغول به کار شدی. چه کاری؟ مگه تو منو میبینی؟ نه، صدای سازت معلومه. راحت رسیدی؟ آره عزیزم خوب بود. اونجا همه چیز مرتبه، آزار رو به راهه؟ نه همه چی خوبه، همه چی عالیه، همه چی ترتمیزه. وای شاید نمیدونی چقدر از این جدایی ناراحتم. میدونم عزیزم، میدونم. مگه تو من میبینی؟ نه 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 میبینم، ولی همه از صدای چیپس خوردنت کاملا معلومه. خب ایسی کار کنم، دارم برات تنگ میشه. آره منم دلم برات تنگ شده، منم دلم برات تنگ میشه، ولی نیلوفر چه فایده داره؟ تهران هم که هستیم که این بابات نمیذارم دیگه رو ببینیم که. اینم حرفیه سعید، نمیدونی دلم برات چقدر تنگ شده. میدونم فشار خانواده، حرفای بابا، تیکه های مامانت. بابا نیلوفر باور کن من دیگه خسته شدم. یه چیز خیلی جدی بهت بگم نیلوفر، اگه قرار شما هر روز به من زنگ بزنید دوباره همین حرفای تکراری بزنید، من همین الان جمع کنم پاشم بیام تهران. آخ جون، پس منم هر روز زنگ میزنم. وای نیلوفر تو رو خدا شوخی نکن. خب ببخشید. خیلی خوب عزیزم، اگه کار نداری من یه ذره به کارام برسم. نه فقط به خودت برس. چشم. سعید گشنه نمونی ها. چشم. سعید من موبایلم هنوز بابام پس نداده، خب اگه کارم داشتی به موبایل خواهرم زنگ بزن، بابام نفهمه ها. چشم. سعید دلم برات تنگ میشه. منم. خدافظ. خدافظ. آقا ما از کلمون جامون
موندیم. آخه میدونین این برادر کوچیکم یه خود بازی کوشه. بعد از اون وقتی چوپون گله رو برای چرا نزدیک ویلاتون نگه داشت. من از گله جدا شدم تا اطراف رو ببینم. منم مجبور شدم همراهش برم تا گم نشه. اما انقدر گرده دور شدیم که گیره یه دونه گرگ افتاده. آره تا هم اومدیم از دستش فرار کنیم شب شد. وقتی هم برگشتیم اینجا دیگه گله رفته بود. شما باید تا برگشتن گرده اما مراقبت کنین. مراقبت؟ اگه ما رو بیرون کنین اون گرگ حتما ما رو میخوره. گرگ؟ خواهش میکنیم آقا تا رو خدا ما رو اینجا نگه دارین. باش. کجا رفت؟ رفت تقیقا ساکت بود تو خودش بود. آره همه ما حرف زدیم و نیچی نه. آره مهربون به نظر می اومد ولی نکنه که ما رو لو بده به گوگه. نمیدونم. نه حرفشم نزن. فکر نمی کنم. حالا سب کن ببینیم چی میشه. میگم زنگون اگه بیا ما رو بندازه بیرون ما همون چی کار کنیم. این چی گفت؟ پتو؟ منگون یعنی که ما اینجا میمونیم. یعنی که مهربونه. آره ما اینجا میمونیم. ما اینجا میمونیم. شنگول منگول خواب دیدم. خیلی خوش آمدین آقا و خانم شنگول منگول. خواب دیدی دیوانه نیلوفر؟ قاطی کردم خواب دیدم. خواب صبحانه تره پنیر مربا خاویار ترش تخم مرغ. به به چه تخمی. نیمرو املت. بیا بیرون خطر رفت شد. بیا دیگه با تو هم. منگول کجایی؟ کجا قایم شدی؟ منگول سلام بچه ها. سلام. چطوری عزیزم؟ حالت خوبه؟ اسمت چیه تو؟ احمد رضا. احمد رضا این دور برای فروشگاه هست؟ باید نه اینجا ها نیست باید بریم شهر. نه چیز نیست فروشگاه بزرگ اینا نمیخوام. در حد چیپس بخرم مثلا پفکی ماستی چیزی. اینجا ها نیست. پا چجوری کجا برم؟ اینم بلد بلدی؟ نوشه. چه کجا کنومری برم؟ اینجا میدیم میرسیم به یه گوشه. از اینجا میدیم به یه گوشه دیگه. از اینجا میدیم به یه گوشه دیگه. بعد میدیم تو سیاه میدیم. از کو بعد از جنگل میره اون بعد میره اون شهر. باشه خدا حافظ. ای به خشکی شانس پس این یارو بزغاله ها رو تو خونش نگه داشته. اما عیب نداره چون چی؟ تا وقتی که بخواب برن تو شکم من جاشون امرتره. بسر کله پوک معلوم نیست کجا قایم شده. صدای منگوله. بچه اینطوری منگول
منگول تو اونجایی؟ الان کمکت میکنم. آخه بازم خفه میشدم. آی سرم، آخه تو اونجا رفتی چی کار؟ آخه بازم خفه میشدم. این همه جا تو این خونه است، مجبور بودی بری اینجا قایم شی؟ خب حالا چی کار کنیم؟ هیچی. وقتی دوباره برگشت باید این کار انقدر ادامه بدیم تا این یه هفته بگذره. آخ جو، یه هفته قایم موشک بازی میکنی؟ خیلی خوشحال نباش، میترسم با این جایی که تو قایم میشی یه روزه پیدا مون کنی. ولی کار بدی کردیم. چرا؟ خب برای اینکه قایم شدیم. بابا کار بدیه، این دیشب خواب بود، الان بفهمن خواب ندیده هم ما رو میترستمون بیرون. خب حالا چی کار کنیم؟ اگه اومد بازم میری قایم میشیم. باشه، چاره‌ای نداریم که بیرون گرگه ببینتمون. وا ویلا، این دیگه چیه؟ قلم به قلم بداره. این دست زنی ها. نه بذار دست زن برن. چیه؟ قصه شب و منگول از کجا آقا شد؟ گل کی آمد؟ چه شد؟ افسوس در کی باز شد؟ بزبز قندی چرا از خانه خود دور بود؟ آخرین بزباله او حبه ی انگور بود. گلده ی کوچک زیتا بزباله و دشتی بزرگ، بچه ها در کلبه و آن سوی در چشمان خود. یه قصه ای از روزو این چی بز نداره از زبان. من بهتر بگم قصه آی قصه ی شیرین قصه اول گردم در خیال تومه ای پروار و چاق آنس بزغاله، ولی ترسیده از این اتفاق. کاش می شد قصه را جور دگر تغییر را، تومه ای دیگر به جای آن به گرگ پیر. ای بابا تا شهر که خیلی راهه که. میگم ببخشید این تلفنتو میتونم بگیرم یه دونه زنگ بزنم؟ من این شمالی هم صحبت کردم، گفتم مثلا شما احساس کنیم ما محلیم فامیلیم، یه دقیقه تلفنتو بدی. من الان خانوم میخواد تماس بگیره. خب میدونم. نه من یه کوچولو هم کار داره. ببین من فقط یه ثانیه هم طول نمیکشه، خواهش میکنم دست درد نکنه. بابا شمالی ها که همه با مرامن که. بچه کجایی؟ الو الو. سلام. سلام پدر جان. میگم چیز ببخشید، منزل آقای حیدری؟ اشتباه گرفتی آقا سعید. خیلی ممنون. الو سلام دایی، حالت چطوره؟ به سلامتی رسیدی؟ آره آره دایی، خیالت راحت باشه، همه چیز رو به راهه که. فقط این یخچال خالی بود. بچه پر رو، حیای گربه چی شد؟ عجب روی داری ها. همه که مهندس لطف کرد خونه رو مفت مجانی در اختیارت گذاشت. خودش کلیه. اون وقت تو میخوای که یخچالتم پر بشه دایی جان؟ میگم چطور بگم که برات همچین قضا به پزه تمیز کنه اونجا رو. ها لالایی هم برات بخونه لافت و شکم بندازی. بابا دیده به خودم اصلا جسارت نمیخواستم بکنم. من منظورم اینه که من الان اومدم بیرون برای خرید، اومده بودم بیرون این وسیله بذارم یخچال. من چی کار دارم واسه چی اومدی بیرون دایی جان؟ سعی تنبل بازی تو بذار کنار دایی جان، این فرصت از دست نده. باشه بالا غیرتن. راستی رئیس از من خواست که اون اتودایی که زدی حتما برامون ایمیل کنی، میتونی یا نه؟ آره بابا این دوره برا نمیدونم، حالا من نچرخی ببینم کافینت هست یا نه. باشه میل میکنم، ولی دایی تو رو خدا عمره باید خود دوامو داشته باشی. یا دایی جان اول تو بعدشم من، خیالت راحت باشه. تو ببر منم میدوزمش. چیو ببرم دایی؟ سر تو، تو هم مثل که دوزاری کجا سعی. کاری نداری؟ میگم که اگه مشکلی چیزی بود حتما منو خبر کن. باشه نه قربونت برم دایی جان، خدا حافظ. بشیم
باغوش ای بابا قوازی کلک چی گفتی تو؟ ببین نه این چیزا گوشی ها چیزا از این اعتبار گوشی های رئیس همه جا میخته یعنی تو رو ببخشید آقای رئیس بفرم موجب بده من اینا رو برو فیلم مستر رو تموم کن چشم چشم اینا کی هن؟ میبینی چه قشن میزنه؟ این که چیزی نیست منم بلد خیلی قشن میزنه اگه اون موقع تو بهش میگفتی که الان ما پیشش بودیم پیش کی بودی؟ ای شما اینجایین؟ آره با کجا باشم؟ پس کی اون داخل ساز میزنه؟ صدا میاد با نوار تو روشن باشم آقا بس چه؟ آقا ما ساز میزنیم تپ میزنیم آقا میشه ما بیاییم پیش شما کمک از اتون کنیم؟ باشه بعد باشه بعد برو برو خونه تو خداحافظ من شبیه بزم؟ نه چرا به من میگی عمو؟ ای دارو خدا اگه ما رو بیرون کنین گرگه ما رو میخوره گرگ کجا بود؟ برید بیرون عمو شما که دیشب به ما پناه دادین حالا دیگه کنیم سنگور من تقصیر توی دیگه آخه چقدر بهت بگم از گله دور نشو من تقصیر باید میدازی خب حالا کجا بریم؟ من چه بیدونم خوب گیره تو رو بارم الان خدمت تو میرسم با خواهر جون از منو میخواده ترسش من گوشونم نمیذارم اذیتت کنی باگه بد دادوشم رو بیل کن بگه نبا من طرف بیا نه بابا دیشب که مثل موشن چنگم در میرفتی چی شده شجا شدی اگه منو بد نکنی با همین چاخا به حسابم بد خندیدیم وای که چقدر ترسیدم اینجا در زد بهتون یه روزی سر زد نخود گولش یک وقت میشم یه دونو بر بخ اینا گفت زود ساکت میشید یا خودم ساکتتون کنم ابو سعید که خالی نبندی اصلا نمیتونه اینجا باشه اصلا هر که دوست داری صدا کنید چنگول پنگول داره بابا الان میخورم تو یه لحظه چپ جو میکنم چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ ازم نشونه گیری داری امو از کجا یاد گرفتی؟ از تو فیلم ای وای باز تو گفتی امو بابا نگو اینقدر امو من واقعا فکر میکنم بازم هی اینقدر میگی امو امو حالا نگفتین برای چی بالا سر گرگه پول انداختی؟ من پول؟ چه میدونم گفتم یه پولی بدم بهش شاید اینو برداره ببره یه چیزی بخره بخوره دست از سر شما برداره اون که نمیتونه چیزی بخره همون جان آره پشت بذاره تو شهر همه فرا
فرار میکنم. راست میگی، آخه گرگ مردم میترسن. آره دیگه. راستی؟ ببینم ناغلا نگفتی کدومتون ساز منو دستکاری کرده بودی؟ ای وای، اگه بگیم دوباره ما رو بیرون میندازین؟ نه خب باشه، پس ما بودیم. آره تازه بلدیم یه آهنگ قشنگم براتون بسازیم. میدونم، شنیدم آخه. ها؟ چطوری؟ شما که بیرون بودین؟ ببینم، شما واقعا کلاس موسیقی نرفتی؟ نه. سولفژ هم نمیدونی؟ سولفژ یعنی چی امو جان؟ ولی بلدیم ترانه بسازیم. ها داره. خیلی خوبه، خیلی خوبه. خوبه. یه کاری کنی. ببین، تو برام آهنگامو بساز. خب باشه پس. تو هم برام ترانه بگو. وای، یعنی نگهمون میداری نمو؟ بله. خیلی خوبه. بفرمایید، بفرمایید. شیرت بخور من اونجا. آی آی آی، سرم درد میکنه تا پای کله. آی نمیتونم برم. فال میگیرم، ورد و جادو بلدم. همه مشکلات رو حل میکنم، درد رو درمون میکنم. داروی چیزی اگه واسه سرت بخوای دارم. نه بابا، داروی بخم چی کنم؟ برو بزن باید بیاد. اصلا تو که نمیدونی درد من چی آخه. مه اونا به این روزت انداختن. نه خیرم، اون یارو گنده بکه با کفشی بلا رو سرم آورد. آی 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 حسابشو میرسم، بلم کن اصلا، بلم بذارم درب و داغونش بکنم. نه 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 نه، با جنگ و دعوا نمیشه، هر کاری یک راهی داره. اصلا میدونی چه؟ کار من درمون کردن درد درمونده هایی مثل توه. میدونی چی آقا گرگه؟ همه کار از دست ما بر بیاد، فقط یه شرطی داره. شرط؟ چه شرطی؟ یه خورده خرج داره. بیا پول چرک کف دسته، بریز بره. از دیشب چشمم دنبالشونه، از گلده جا موندن توی اون خونه. هست اون یارو گنده بچه برده اونا رو نگه داشته، مراقبشون هم هست. پیدا کردم. بیا یه نفس سر بکش. آره بالا. آی سرم، از این یارو کو؟ وای چرا چشم داره خیلی بیلی بیره. من چرا عوض شدم؟ مثل این که مجنون راست راستی عمل کرده. ولی صدام که هنوز گرگیه. هی آقا، هی نوشتی؟ یه لسب کن. چی شد دوباره؟ نمیدونم این قصه چیلی اینجوری میشه. اصلا فهم کنم اینجوری نباید شروع شه. خیلی خوب، اما ناراحتی نداره که. ببین مامان بازی ناراحت، حالا خیلی ناراحت. آخه گرگه اومده بچه‌هاشو خورده، مگه نه؟ مادره. برای مادره باید یه کلمه های استفاده کنی که ناراحتیشو بیشتر نشون بده. آره. ما اصلا باید در مورد مادره الان مانوف کنیم. باری کلا، معلومه حواست خیلی جمعه. واسب کن. باری کلا چی کار میکنی؟ میفته ها. نه اینجوری هم نیست، مامده به خودش هست. این دادش ما اینقدر شیطونه چوبونه بیچاره رو آسی کرده. حالا من دل با پاسو شده خطرناکه، چی کار کنم؟ اما این همین جوریه، فقط
یه جور ساکت میشه. میدونی چجوری؟ با قصه. جدی؟ آره. بس من یه قصه بگم شاید دست بردار از این کار آسکو. آی قصه قصه قصه. آره آی قصه قصه قصه. چوری نشد؟ ها؟ نه 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 آدم میام. آی ترسیدم. خیلی خوب پس قصه رو شروع میکنم. نه نه یه دقیقه بازی یه خوراکی بیادم بعد شروع کن. خوراکی؟ شکمو. هی بابا کجا رفتی خوراکی برای چی آخه؟ مگه سینماست شکمو؟ امو امو جانم حالا میخوایی قصه چی بگین؟ در مورد چی؟ قصه قصه زندگی یه آهنگساز جوون. آخه چه با احساس شنگول اینقدر خودم این قصه رو دوست دارم. اومدی شکمو نگاه. خیلی خوب بذار قصه رو بگم. باشه. یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود. ای بابا قبول نخواهی چیه؟ آره غیر از خدا هیچ کس نبود. توی شهر شلوغ بزرگ یه آهنگساز جوان زندگی میکرد که خیلی عاشق کارش بود. ولی بچه ها این جوان یه مشکلی داشت. چه مشکلی داشت سمو؟ عاشق بود. عاشق بوده؟ آره عاشق و دلباخته دختر صاحبخونه شد. عروسی هستی؟ نه مشکل بود براش نمیتونستن با هم ازدواج کنن. آخه بابای دختره هی سنگ مینداخت جلو پای اینا، هی اینا رو اذیت میکرد، با شغلش مخالف بود، اینقدر آزار اذیتش رو زیاد کرد. آخ ای بابا شاخه تو بکشون وره، دارم قصه میگم تو خوابیدی؟ میگم تفلکی اون آقای آهنگساز از اون به بعد دیگه نتونست نامزدش رو ببینه؟ نه دیگه فقط تلفنی با هم حرف زدن. ولی این بابای دختره همون هم فهمید تلفن دختره رو گرفت. چه بابای سختگیری، مثل جفن نمازونم وقتی گیر میده دیگه برخواد نیست. آخه اون وقت دختره چی کار کرد؟ چی دیگه یه مدتی گذشت دیگه دنبال راه چاره بودن تا اگه به ذهنشون رسید دوباره با هم قرار بذارن تو پارک نزدیک خونهشون. پس دوباره هم دیگه رو دیدن. ای بابا چه دیدنی چرا؟ وقتی آدم عاشق بخواد عشقش رو ببینه ای نگران باشه که یکی نمیذاره، یکی داره اینا رو میپاه. آقا میشه پاتونه یه خورده برداری؟ معذرت میخوام. با شما بودم. بله بله بله. گفتم میتونی تنلش از یه خورده بندازی اونورته؟ برای چی آخه؟ چی شده؟ ببخشید. چی شده؟ آخ معذرت میخوام معذرت میخوام. خیلی ببخشید. من اصلا متوجه نبودم. میدونید من آهنگسازم، این که اغلب اوقات موسیقی رو با صدای بلند گوش میدم، میدونید موسیقی کلاسیک باخ، موزارت، بتوون، آدم وقتی اینا رو گوش میده به پرواز در میاد. آجا من گوشم از این حرفا پره، برو به فکر یه لقمه نون باش. آخر امروز روزه کی برای موسیقی پروازی یه قرن کفدس آدم میذاره؟ من که اصلا از این مسخره بازی ها خوشم نمیاد. خیلی عذر میخوام، ببخشید من بابت همین موسیقی سالها زحمت کشیدم، درس خوندم. خنگ بودی به خاطر ناقره زدن الان درس میخونه؟ پول خرج میکنه؟ آقا ناقره چیه؟ شغل من سراسر کلاسه. من تعجب میکنم نظر شما اینجوریه. اتفاقا خانواده من کامل منو حمایت میکنن. مثلا دایی من به من سفارش کار داده یه مثل مجموع موسیقی قراره برای داییم بسازم، یا همین نامزدم که باش قرار دارم. مثلا ای بابا من
ببخشید ساعت خدمتتون هست؟ نه خیر آقا، دست نزن جیب بر. معذرت میخوام، خب من باش قرار داشتم، دیر کرده. مگر من صد بار به تو نگفتم بدون هماهنگی من، بدون اجازه من حق نداری دخترمو ببینی تا تکلیفتون روشن باشه؟ بانسته اینو بزمانه نگاه بکنی، بلند شو برم بیدن با این تنلشت میتونی پرواز بکنی؟ آقای موسیقی پروازی برو بانسته. اینم زندگی ما. خوابی؟ به به، منو بگو دارم برای که قصه میگم از همون که تو هم خوابی؟ بابا مسکین قصه فقط برای خودم جذاب داده بیدم. شما تتو بیارم برای تو خواب. تو این جورابه، نگاه جورابه رو شما انداختین اینجا؟ بچه پس فهمیدین چی گفتم؟ دست به گاز نمیزنین، دست به وسایل منم نمیزنین، مثل زنگول پا کلا نرسلتون. تا مطمئنم نشدین در برای هیچ کی وا نمی کنین، حتی من. امو حالا دستم از شما بریم بیرون. آره، برای اینکه این آهنگایی رو که میسازم هر روز باید میل کنم. شما که با ما صبحانه میل کردین. مزه نریز قربونت برم، باید ایمیل کنم، باید بفرستم تهران. امو سر راهت به همسایه ها میسپری، اگه چوپونه دیدن بگن ما اینجاییم. باشه رفیق امو، خدا که یادت نره ها، میخوام وقتی بقیه داستانتون رو میشنفم آزوغه داشته باشم. خیلی خوب، خیلی خوب، موازه باشین. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. برو به سلامت، برو که بر نگردی، دور سرم بگردی، دور سرم بگردی. حالا دیگه نوبت هنر نمایی ماست آقا سعید. رین دم دم. یک شماره بگیره. عجب صدایی میاد این صدا.
ای 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 خب خب چه خوشو بشیم با هم دیگه میکنن، چه چیک و پوکی با هم دارن. تو حال خودتون باشید چون میخوام یه صفایی به محفلتون بدم. خب حالا ور دارم که گرفتیم، واسه ببینم چی بود ورده. کوتی قوتی نه چیز کوتی پوتی سوتی توف. من که شبیه این یارو فالگیره شدم، صدامم که عوض نشده که، انگار یه جای کار اشتباه بود. بذار یه بار دیگه. کوتی موتی قوتی. چرا اینجوری شد؟ خوب نمیدونم چرا عوض نمیشم، ولی خوبه خوبه صدام، ولی صدای آقا سعیده. در بزنم. بچه ها بچه رو در رو وانه میکنید؟ آقا سعید اومد. چی سود برگشت؟ شما چیز اینجا گذاشته؟ نه دیدی که سیدی کارش دستش بود. یعنی یکی دیگه است؟ نمیدونم، هر کی هست صداش خیلی شبیه آقا سعیده. نشناختین؟ ای بابا چقدر خنگین. بابا منم دیگه، آقا سعید. آخ جیو خدا کی رسید؟ نه وایسا، باید مطمئن بشیم. بابا جان مگه نرسیده گفت آقا سعیده؟ آقا سعید که با ما اینطوری حرف نمیزد، تازه کسی که به خودش نمیگه آقا. ها یعنی سعید نیست؟ چرا اینقدر لفتش میدین؟ در وا کنین دیگه، براتون خوراکیای خوشمزه آوردم. دیدی گفت خوراکی آورده؟ وا کن دیگه سنگول خانوم. نه حالا دیگه مطمئنم خودش نیست، مگه نشنیدی چی گفت؟ خب شاید اعصابش به هم ریخته. برو بابا چی میگی؟ آقا سعید که حالش خوب بود. یعنی مشکوک میزنه؟ باید امتحانش کنیم، مثل همون قصه بز زنگول پا، بهش بگیم دستاتو نشون بده ببینیم. آره فکر خوبیه. آهای آقا سعید اگه دست میگی دستاتو نشون بده لفتم. خب دستمو میخوان چی کار کنین؟ خیلی خب بذار اینم دستم. آقا سعید دستت چرا پس مالو زده؟ چی میگی؟ این که دست سعید نیست، مگه نمیبینی پنجه های گرگه؟ گرگ؟ آخ عجب آدم خنگی هستم، یادم نبود فقط صدام عوض شده. چیزه یه لحظه صبر کنید الان درست میشه. بذار برده بخونم، بذار برده بخونم. کوتی شوری پوتی نوری غوتی تودی. ولش کن اصلا بی خیال ورد و برد این حرفا. درم آخوی میدم، درم آخوی الله، درم آخو آخو میدم، میدم آخو بارک کنه میشه نبا. یکی کمک کنید آقا سعید. باسا منو، باسا منو بیام. آقا ببخشی شما اونجا چی کار میکنی؟ کوتی بوتی شوتی. بایدا با پسی همه با
مادرتونم، بچه ها که مهربونم، درو وا کنین که خستم، یالم علف تو دستم، درو وا کنین که خستم، یالم علف تو دستم. آفرین بچه ها، دست شما درد نکنه، خیلی خوب بود بچه. یه دقیقه بچه، یه دقیقه سب آی سده کیه؟ صدا هرکی از خیلی بده ها. گوش بدم. بکنم صدای گرگه است. ایش این گرگه من جنسم که بلکنه ما نیست. نه بچه ها صداش خیلی خوبه، صداش باسه. نه همان زوزش اینطوریه، صداش بعد کدفته ها. نه بچه ها ما اگه این صدا رو داشتیم گروه کنمون تکمیل میشه. گفتیم صدای چی باز؟ همون بهتش بدجنس نبود. بدجنس نبود، اگه بدجنس نبود با ما دوست بود الان میومد تو گروه کنمون، گروهمون تکمیل میشد. باسه باسید باسه سنگون خانم، همون بهتش بدجنسه، وگرنه مجبور بوده تو شکم گرگه حفاظ بخونیم. بگه بدجنس بلش کنم و اصلا بقیه قصه تو بگو. کدوم قصه؟ همون قصه دیگه، بابای دختره تو پارک ماتیشونه گرفت، خیلی بامزه. چی دیگه؟ سعید ببین منو به چه کارهایی وادار میکنی؟ ببخشید داشتم با دایی حرف میزدم، بیا بالا. مگه دایی هم اینجاست؟ نه بابا منظورم تلفنی بود. خب بپرسید این جواب آهنگ چی شد؟ چی بابا باید روی نوار قصه کار کنم. خیلی خب تو در باز کن من بیام تو. سعید در رو باز کن. سلام. سلام بابا خوبین؟ سلام دختر گل من، خیلی زود برگشتی، با هواپیما آمدی؟ چطور مگه؟ آقا همین الان داشتم با خواهر صحبت میکردم، گفت فکر کنم نیلوفر تو آشپزخانهش داره ظرفا رو میشوره. دختر خین، گفتم یه ساعت دیگه زنگ بزنم. چیه؟ نقشت لو رفتم؟ خیلی خب بیا برو تو ببینیم چجوری میشه یه نفر آدم در آن واحد دو جا باشه. برو تو ببینم. برم. برو. خودتی؟ ممنونم، خیلی خیلی ممنونم. زایه شدیم ها. حسابی ترسیدی نه؟ ره بخن تو هم اگه جای من بودی یه و یکی همین جوری بغل دستت سبز می شد از سایه خودت هم می ترسیدی. چی شد؟ داره میری سفر، بهت خوش بگذر عزیزم. یه سفر کاریه، دو روز میرم تو اون ویلای مهندس دوست داییم، اونجا کار کنم. سعید وای با حالت اگه این کاری تام نگیره ها. میگیره میگیره میگیره، فقط نیلوفر تو برام دعا کن، مطمئن باش این دفعه دیگه دفعه آخر کارم میگیره. من دیگه الان باید برم، دیرم شده، برم کلیدو بگیرم و رایشم. تو نمونی اینجا، برو خونتون باشه. خداحافظ. از منم ترسی. عمو میگم این قصه داستان زندگی خودتون نبود. هی ناغلا معلومه خیلی باوشی ها. داداش ما رو باید خوابش که خوابش با عمو دلتون براش تنگ شده نه؟ دلم برای نیلوفر. چند تا دیگه باید ترانه بسازین؟ چیزی دیگه نمونده عمو، چطور مگه؟ کم اگه ما موزهمتون نمیشدین خب میتونستین زودتر برگردین. نه عمو اصلا اینجور نیست، شما خیلی به من کمک دادین، اگه شما نبودین من اصلا نمیتونستم این کارا رو بسازم. عمو جان میگم وقتی جدا شدیم دلم براتون تنگ میشه. آره نیلوفر دلم میارم، یعنی دلم براتون تنگ میشه دیگه، داری عشق منو در میاری. پاشو 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 بعد از نهار میچسبه یه چرت بزنی، نگاه کن از داداش ادیاد بگی چه خور و پفی میکنه. گوشیده رسیدی؟
آقا ما به شما سفارش موسیقی کودک دادیم، نه اینی که برامون فرستادی. تو کجا میری؟ بله قربان. خارزاده چیکار کرد قربون سیغ بسازی سا؟ بله بله فرستاد برامون. ببخشید آقای رئیس، یه دونه بیاد پایین، یکی دیگه. خب حالا سمت راست بزنید، همینه اینتر کنید. خودم بلدم بابا. بله بله. نه نه ببخشید اون نیست، معذرت میخوام، اون یکی. گفتم خودم بلدم. بله بله. بله به نظر شما بریم میشه رو پروژه‌های بعدی میشه حساب کرد؟ خیلی ممنون. گران چیزی است نگه چشم رو هیچ بهش نمیده چشم یه دفعه صدا زد اینجا برو بینن من مامان بوزیمو میخوام مگه نمیگم برو من مامان بوزیمو میخوام بوزی تا که حرف برو دید همه ماجرا رو فهمی زودی رفت یک که بود تنها پیش آهنگر دانا الو بفرمایید. سلام قربان، ارادتمندم، حالتون چطور آقای کابوسی؟ به به سلام خاندایی، حال شما چطوره؟ خیلی ممنونم، لطف دارید، شما خوبین؟ الحمدلله خدا رو شکر. ببینم خاندایی از طرف چی خبر؟ از طرف خبرهای خوب، تمام آهنگاشو فرستاده، تا حالا کلی آهنگ فرستاده. خب خوبه خوبه، الان دیگه وقتشه که این کلاغزاغی رو به غناریش برسونیم. پس با اجازه دن قربان، امری نیست؟ از این ندارم خانده ای، سلام برسونید، خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. باز این مجاه لعنتی این رئیس اینجا ریخت، اینجا چی کار میکنه آخه؟ ترسیدم پدر. چرا شامتو نخوردی؟ اشتها نداره. اشتها نداره یا دلت برای سعید تنگ شده؟ اتفاقا مادر خدا بیاموزتم همینجور بود، وقتی که عاشق من شد لب به غذا نمیزد، همیشه اشتهاش کور میشد. با این شرط و شروطی که شما برای سعید گذاشتی باعث جدایی و ناراحتی من و اون شدی، بعد برای من اشتها میمونه دیگه. چه کارتون میکردم؟ به جفتتون جایزه میدادن؟ شما رو ول کنی تا 10 سال دیگه زندگیتون سر سامان نمیگیره. حالا قهر نکن، اونجوری من رو نگاه نکن، بیا با سعید صحبت بکن، شاید اشتهات باز شد. آره نخوری که روز بروز لاغر میشی که دکتر جان. قربونه برم به درجو. نمیخواد، قربان سعید برو. عمو موبایلت زنگ میزنه. خب اون که نمیشنوه، بذار خودم جواب بدم. الو سعید سلام. سلام، من سعید نیستم، شنگولم. سعید چوخید گرفته، درست صحبت کن، باید کار دارم. خودت درست صحبت کن خانوم. سعید ادا در نیا، نمیدونم امروز دایی به پدرم چی گفته، از این رو به او رو شده، میشنوی؟ مگه باتها نیستم؟ آره آره. نکنه شما همون خانومه این که تو قصه عمو بود؟ شما؟ مهمون آقا سعید. سعید که گفت تنهاست. گوشی بده دست سعید ببینم، هیچ معلومه اونجا چه خبره؟ اینجا هیچی کاری نمی کنیم، ساز میزنیم، ترانه نمیخونیم. آره چشمم روشن، گوشی بده دست سعید. آخه آقا سعید نیستم. نیست؟ گوشی بده دست سعید.
زهبا مزه چدی همو مزه نازگل خانو. نازگل خانو چطوری جنگو خلال ببینه اینا که منو نمیشکنی نکن دیگه. همو میدونین چی شده؟ چی شده؟ یه کار بدی کردم. کار کردی همو جا؟ همو گوشیتون زنگ تا جواب بدم. خب چه اشکالی داره، خیلی هم کار خوبی کردی. آخه بکنم نیلوفر خانوم بود. اما خانم تو قصه خب چرا وقتی فهمید ما این داییم عذبانی شد؟ چه تیگی؟ وای بچه من یادم رفت راجع به شما باش صحبت کنم. خب حالا به سنگ بزنیم بگین با کی هستی؟ نه بابا همین که صداتون شنیده کافیه. خدا الان هم دیر وقته، زنگ بزنم ممکنه باباش برداره. آهای منگول چه خبرت سر صبحی؟ بچه مگه تو عقد کلت نیست؟ بعد از ماجرای دیشب سر صدا را انداختی، نمیگه آقا سعید بیدار میشه یه چیزی بهمون میگه؟ کجای کاری؟ اون ساپز رو دفت بیرون. کجا رفت؟ هیچی، گفت بعد از بیرون به نازمت زن بزن و بقیه آهنگات رو میل کنه. وای خدا کنه با نیلوفر خانم دعواش نشه. وای 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 خوشت بیدار شدی، داشتم به گشنگی قبل ما ها رو میخوردم. تنبل خان، خب خودت یه چیزی درست میکردی دیگه. حسنه نداشتم. سلام، چطوری؟ حالت خوبه؟ چه خبر؟ یه دقیقه اون گوشی تو بده من، ببین نگاه کن، یه دقیقه بابا نگاه. شمارم میافته آخه. الو آوات میکنی چه آفاش کنم به باباش هم گفته. عزیزی و خوشگلمی، یه لقمه واسه دلمی. عزیزی و خوشگلمی، آخ یه لقمه واسه دلمی. زب کن بینم بابا، داره موگیسی میزنه اما فالش میزنه. با من بزن، با من. خب ببینم حالا دیگه بهونه‌ای دارین واسه باز نکردن در؟ آها حالا حالیتون میکنم، این بار سر تا پا شبیه پسر سعیده میشم. خب آماده ای؟ آره برو. این کجا برم؟ میخوان ضبط کنی؟ منگول ببین برو یعنی ضبط کن دیگه، هنوز یاد نگرفتی؟ آها پس برو بریم. 3 2 1 حالیتون میکنم موقشه. کوتی موتی شوتی خوف. حالا خوب شد. درست شد. بسرم دیگه میگردم. بسرم بیا ببینم این ویلای مهندس کدومه؟ کدوم مهندس؟ خودش مهندس نیست، ویلا مال مهندسه، همون آهنگسازه. ویلا جلوی یه دست راست. دست راست در سفیده. در سفیده. بارک الله بارک الله.
شما فامیلشونین؟ نه، یه زمان فامیل بودیم، الان میخوام 100 سال همچین فامیلی نذاشته باشم. کلاس چندی؟ اول راهنمایی. مبارکلا، موفق باشی، دست بخون. بریم دخترم. درو وا کنی منم. معلومه دیگه آقا سعیده. منم دیگه آقا سعید. نکنی گرگه باشه. چنده دیگه آقا سعیده باز کن. آخه آقا سعید که با ما اینطوری صحبت نمی کرد. حتما خاله بعدی که دیشب کردیم از دستمون ناراحت شده. بایسا بایسا بعد امتحانش کنیم. آره آره. اگه راست میگی دستت از پنجره نشون بده. آره آره. میوا بنا دیدی بی خاطر نکردان شدی، این دست آقا سعید دیگه. خودم بلایی به سرش بیارم که هست در چی رو میگون. اول من، اول تو، اول من بود. مردی که دیوونه. با کن پتیفه تو دو گون. درم نکن چی شده؟ سلام امو. باش شلا درو باز نمی کنی ها؟ بری تو بری کار تو دارم گوگی مگو یا بایی تو ببینم سرم کن. بایسته ببینم سرک کن بینم. نه نه ترس نه ترس مرد بابا ولش کن دیگه. میگن نکنه نیلوفر، ما ویلا رو اشتباه اومدیم. اینجا باغ وحشه یا ویلا؟ حتما باغ وحشه. ببین دوتا کجا رفتن. نیلوفر خانوم کجایی پس؟ عمومی خوبی؟ نیلوفر، 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 کجا رفتی این دختر و بابا؟ نیلوفر اینجایی؟ خانم سر سامان ندارید. اما آقا پیره مرده کجایی؟ بابا زود بیا، یخ زدم دیگه. یخیدم. یه تیکه صابون اینجا پیدا نمیشه. هی این یه دقیقه بیم آچار ال داریم اونجا؟ نه خیر، آچار شلاقی داریم. امشب حالیت میکنه، صبر کن. شیشه دان روونه قصه یه دشت.
قشنگ بود سعید، من یاد بچگی هم افتادم. نه ترشینه خوری یه چیزی میشی. آفری آفری. دیدی بابا هی میگفتی سعید بیارزه است. البته نیلوفر باور کن اگه شنگول منگول نبودن من اصلا نمیتونستم آهنگامو بسازم. عمو میگم حالا که کار آقا سعید درست شده دیگه بهش سخت نمیگیری؟ آره همون سخت نگه دیگه جوی همون سخت نگه. هنوز که کاری پیدا نکرده. گیرم همین یه نوارم برد تحویل داد، بعدش میخواد چیکار بکنه؟ بابا خودتون گفتین اگر این دفعه سعید کارشو نیمه تموم نذاره باش کنار میای. البته نیلوفر من یه خبر خوش بهتون بدم. امروز که رفتم آهنگامو برای دایی ایمیل کنم گفت مدیریت شرکتشون خیلی از کارای من خوشش اومده، میخوام من استخدام کنن. چه خوب. آره استخدام استخدام. من میدانستم که تو ارزی و لیاقتش داری، فقط لازم بود یکی بهت تلنگر بزنه. آفرین منم خوشم اومد یه دونه آقا سعید. بیا تو در بازه. آقا مهندس، آقا مهندس، آقا مهندس. سلام علیکم. ببخشید بی موقع مزاحمتون شدم، مهمونم داشتی. اما خوبی بزرگ. شما اینجایید؟ چند روز منو اسیر و عبیر خودتون کردی، سرگردون شدم به خاطر شما. تو هم که اینجایی نابکار، اصلا هرچی درد سر میکشم و هرچی میکشم از دست تو ناکاره. بگیر که اومد. آره عمو جان. نمیشه اصلا ندید. نه دیگه قربونت دارم، تهران کار دارم. آخه ما دلمون براتون تنگ میشه. اگه دلمون تنگ شد بیاییم تهران. عمو منم دلم براتون تنگ میشه. آخه خب خب آب قیرگیری بسته یه قربان، ما کلوی ماه که نمیخوایم بریم. بسه جانم مزغن با ما بدونیم. یه نکنی چوبون نداره. مزغن کوک نیست. من کوکش میکنم، همین که تو رو کوک کردم. بده من ببینم. صفا آوردیم قربان شما. خدای شما. آقا ببخشید. خواهش میکنم. خلاوت بشه. خدا حافظ. خدا حافظ. نه. خدا. خدا. ببخشید. ببخشید. یه لحظه فقط. شما مگه تشنین تهران؟ گفتم که نه. بشین بریم، میخوام ببرمت قبل از اینکه بری تهران، ببرمت یه جای خوب. بشین بریم. بشین بریم. آقا راه بیفت بریم. بشین آقا. راه بیفت آقا حرکت. میشونی شما بگونی من اونجایی من مانارن لالی خورم حسال چوپونم مندنی های شیر علی مردو، حسال چوپونم مندنی های شیر علی مردو. ماشاءالله آقا مراد صدای خیلی خوبی داری، ما لذت بریش. خواهش میکنم آقا، قابل شما رو نداشت. انشالله تهران تشریف آوردید، من این زحمات شما رو جبران میکنم. این چربی آقا زحمت چیه؟ این جوون الان یه هفته است بزغاله های منو پیش خودش نگه داشته، زحمتشونو کشیده، خیلی به گردن من حق داره. آقا این پسر من سعید، شما تاکید کرده بودم که من از شوهرتون جون حواست این بار باشه. چه عشمت من یک کمی مغرور و تنبله، البته بوده ها، حالا کم کم در آدم میشه. نه 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 باشگاه میرم، تو تعطیله هر دفعه میرم. میگم آقا مراد جونم. آقا مراد آقا مراد کار داشت. آقا مراد. بله خانم. این دوتا بازغاله خیلی بامزه و شیرین و مهربونن، تو رو خدا مراقبشون باشی. خواهش میکنم، قابل شما رو نداشت. میگم سعید اینو که میبینم و این شنگولو مثل بچگی های خودم، این چقدر شیرین و بامزه هست. من یه دومن داشتم اینه همین همینی دومنن. شاخ هم داشتی؟ آره. نه شاخ که من دارم شنگ منگول. آقا سعید میشه این دوتا رو با خودمون ببری؟ با خودمون ببری.
نمیدونم. دو تا رنگه. آخو سفید چهار رنگه. تو خو سفید که دو رنگه. اینم شما که بچه لرستانی. اینجا چی میبینی؟ آقا چوپونی که ترک و کرد و لر نداره. چوپانه و یه چوب دستی و گله و یه چراغه. بعدش هم من از اول که شروع کردم یه گوسفند داشتم. نگهداریشون کردم، زحمتشون رو کشیدم، الان شده 100 تا. حواست اینور باشه. شنیدی آقا مراد چی گفت؟ یه دونه گوسفند داشت، الان ماشاءالله شده 100 تا. تو بشین هی غور بزن و بهانه بگی. من واقعا بهتون تبریک میگم. خواهش میکنم. باز رفت چیک چیک میکنه. 100 تا همین. 100 تا میگم. آقا چرا بیکار میشی؟ سیب بخن، اینا رو ولش کن. این عقل درستی حسابی نداره. عقلش برسنگ میشه. چش واقعا. روی دو تا چشام. گردلی سر قرقره، گردلی سر قرقره، دست نگوشونم بندنی های شیرنی مردو، دست نگوشونم بندنی های شیرنی مردو، مولاره بلید خورم، مولاره بلید خورم، هفت سال چوبونم بندنی های شیرنی مردو، هفت سال چوبونم اونا مندلی های شیر علی مردان مالاره بلید خارام مالاره بشیم بباریم تو باغچمون به جای خشم و کینه گلهای یاسمن از سرم بکاریم بکاریم نچیم نچه گل نچیم نسخت شم بوده گل نسخت رو بیرم من بکاریم هم زمونی کوچیک و بزرگ نداره مهربونی برده با گل نداره ببین ببین از سبلای نازنین بارون خوشبختی داده میباره باشیم تو دل دریای قشنگ قایه قابون قرب نمیشن قرب نمیشن پارو بزن پارو بزن اگر که هم زبون باشیم به زیر گنبد کبود شیرینی ها ترک نمیشن چقدر خوبه بشیم ببانیم تو باغچمون به جای خشم و کینه گلهای یاسمن از سرم بکاریم بکاریم نچیم نچه گل نچیم نسخت شم بوده گل نسخت رو ببینم من بکاریم هم زبونی کوچیک و بزرگ نداره مهربونی برده با گل نداره ببین ببین از سبلای نازنی بارون خوشبختی داده میباره وقتی که مهربون باشیم تو ده